دومین روز از رقابت‌های گرند اسلم جودو در کازان که با درخشش ورزشکاران روس همراه بود، پنجشنبه شب طی مراسمی ویژه استارت خورد. در مبارزات وزن منهای 73 کیلوگرم مردان، دو جودوکار از کشور میزبان به فینال راه یافتند که از میان آنها مخمدبکوف موفق شد در یک لحظه هموطن خود را غافلگیر کند و به امتیاز پیروزی بخش ایپون دست یابد. جودوکار روس پس از دریافت مدال طلا گفت: ما جودوکاران همه عضو یک خانواده هستیم. ما تمام سال را با هم تمرین می‌کنیم و مثل برادریم. در فینال با هم تیمی خودم ایوب خازعلیاف روبرو شدم. در حالی که قبل از مسابقات برای کسب آمادگی با هم تمرین و زندگی کرده بودیم. برای ما مهم نبود کدام یک برنده شویم، زیرا در نهایت دوست یکدیگر هستیم. مادینا تایمازووا پس از کسب مدال نقره در رقابت‌های مسترز و در تورنمنت گرند اسلم تفلیس با آمادگی کامل و با هدف کسب طلا در کشورش پا به میدان گذاشته بود. او در فینال مبارزات وزن منهای 70 کیلوگرم زنان حریف آلمانی خود را با امتیاز وازری شکست داد تا مدال طلای مسابقات را برگردن اندازد. برگزاری مسابقات گرند اسلم در کازان فوق‌العاده است، زیرا به ما کمک می‌کند که به بازی‌های المپیک نزدیک‌تر شویم و مهارت‌های خود را نیز تقویت کنیم. مادینا تایمازووا مدال طلای خود را از دستان وزیر ورزش روسیه دریافت کرد. روسیه این فرصت را داشت تا در مبارزات وزن منهای 82 کیلوگرم مردان نیز به مدال طلا دست یابد، اما با مانعی به نام آتیلا آنگوواری از کشور مجارستان برخورد کرد. جودوکار مجار در فینال این وزن با اجرای زیبای فن کوچیگاری یک امتیاز وازری سرنوشت ساز دریافت کرد تا بدین ترتیب ضمن برتری بر حریف روس نخستین مدال طلای مسابقات گرند اسلم را برگردن اندازد. آگاتا اوزدوبابلاش جودوکار لهستانی موفق شد در فینال مبارزات وزن منهای 63 کیلوگرم زنان با کسب امتیاز وازاری و غلبه بر حریفی از کشور برزیل خود و کشورش را صاحب نخستین مدال طلای این تورنمنت کند. جودوکاران روسیه در روز دوم تورنمنت با نمایش توانایی‌ها و مهارت‌های خود نشان دادند که این ورزش از چه جایگاه مستحکمی در این کشور برخوردار است.